به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. شاه محمد شهاب، آمی و شریک رهبران طالبان و همچنان قاچاقبر انسان از سوی پلیس ترکیه، با تمام خانواده اش مشمول زن، دختر و پسرش به اتهام کلاهبرداری و عجل اسناد بازداشت شده و جایدادهای وی به ارزش میلیون ها دلار به حراج گذاشته شده است. شاه محمد شریک کاروبار گروه طالبان که چند پیش وارد کابل شده بود، با ده ها موتر و سرباز از سوی گروه طالبان، در واقع شرکای آقای شهاب، بدرقه و مورد ترغیب قرار گرفته بود. این منبع گفت به تازگی پلیس ترکیه جایدادهای را که با شماری از رهبران و فرماندهان گروه طالبان شریک بود به حراج گذاشته و مصادره کرده است. منبع گفته که شاه محمد میلیون ها دلار را از بانک در کویت وام گرفته و سپس به ترکیه فرار کرده و در آنجا سرمایه گذاری نموده بود. به گفته منبع، شاه محمد با پول های بانک کویت که در واقع دزدی کرده بود به خرید فروش زمین و خانه در ترکیه آغاز کرده بود. او در رسانه های اجتماعی در حمایت از گروه طالبان و جهادان ها به طور گسترده فعالیت داشت و این گونه توانست که با رهبران گروه طالبان در افغانستان و بیرون از کشور سرمایه گذاری های مشترک را آغاز کنند. رهبران ارشد گروه طالبان سرمایه هایی که در افغانستان از رشوت و فساد به دست آورده بودند، توسط شاه محمد در ترکیه سرمایه گذاری کرده و در کاروبار او شریک شدند. شریک کاروبار رهبران گروه طالبان در ترکیه به اعضای این گروه و همچنان گروه داعش پاسپورت ترکیه تهیه میکرد. شاه محمد با حمایت گروه طالبان در افغانستان خانواده ها را ترغیب میکرد که برای شما پاسپورت و ویزای ترکیه را اخذ میکند و در بدل کارشان تنها از یک خانواده مبلغ 60,000 دلار آمریکایی گرفته و به دولت ترکیه گزارش داده که 400,000 دلار در بخش خرید زمین سرمایه گذاری کرده است، اما او در واقع سرمایه گذاری نکرده و اسناد جعلی را پیشکش نموده است. پلیس ترکیه گفته است که این شریک کاروبار رهبر گروه طالبان برای 800 نفر پاسپورت ترکیه خریداری کرده بود. پلیس ترکیه پس از رویداد خونین حمله به کنسرت در روسیه که باعث کشته شدن بیش از 100 نفر شد و برای آنکه مهاجمان از ترکیه وارد روسیه شده بود، عملیات دستگیری داعشیان را در این کشور آغاز کرد. پلیس ترکیه در میان 160 نفر که به اتهام عضویت در گروه داعش بازداشت شده بود، دو شهروند افغانستانی نیز شامل آنها بودند. بر بنیاد گزارش‌های منبع، پلیس ترکیه پس از بازجویی از این دو افغانستانی دریافت که پاسپورت‌های آنها که از سوی شاه محمد شهاب، شریک کاروبار گروه طالبان، ساخته شده و آنها نیز جعلی می‌باشند، شهاب را تحت نظارت شدید قرار دادند. منبع اضافه کرده که پلیس ترکیه ثابت نموده که شاه محمد با استفاده از اسناد جعلی برای گروه داعش و اعضای گروه طالبان پاسپورت ترکیه را تهیه کرده است. پلیس ترکیه پس از بررسی پاسپورت تهیه شده از سوی این شریک گروه طالبان دریافته است که 104 پاسپورت شهروندان افغانستانی نیز جعلی و ساخته این شخص بوده است. نیروهای امنیتی ترکیه تمام خانواده شاه محمد به شمول زن و بچه های وی را بازداشت کرده و یک پسرش توانسته به دبی یا کویت فرار کند. دولت ترکیه تمام جایدادهای را به حراج گذاشته و این گونه مقدار زیاد پولهای رهبران گروه طالبان که با او شریک بودند مصادره شده است. و در سوی دیگر، خبر وحشتناکی که از هند تازه به ما رسید. موج گرمای شدید در هندوستان فاجعه خلق کرد. رسانه های هند گزارش دادند که موج گرمای شدید در مناطق مختلف این کشور جان 54 نفر را گرفته است. در پی افزایش تلفات، دادگاه ایالت راجستان از دولت هند خواست وضعیت اضطراری ملی اعلام کند. تنها در شبانه روز گذشته 15 نفر در مناطق شرقی هند جان باختند. موج شدید گرما در روزهای پسین سبب شد دمای برخی از مناطق هند به 52.9 درجه سانتیگراد برسد و بالاترین دمای هند را به ثبت برساند. اداره هواشناسی هند اعلام کرده که انتظار می رود در روزهای آینده دمای شمال غرب و مرکز این کشور کاهش یابد، اما شدت گرما در مناطق شرقی تا دو روز دیگر همچنان ادامه خواهد داشت. دادگاه راجستان، یکی از گرمترین ایالت‌های هندوستان، با انتقاد از عدم محافظت کافی دولت از مردم، به مقامات ایالتی دستور داد تا برای پرداخت غرامت به بستگان افراد جان باخته در این ایالت بودجه تخصیص دهند. رسانه‌های هند گزارش دادند که موج شدید گرما ایالت دهلی را با کمبود آب
مواجه کرده و مقامات از ایالت‌های همجوار درخواست سهمیه بیشتر آب را کردند. مقامات ایالت اودیشا در پی افزایش گرما فعالیت در فضای باز را از ساعت 11 قبل از ظهر تا 3 پس از چاشت منع کردند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.